سرخط مهمترین خبرها. اعلام جنگ مولوی مهدی علیه طالبان و هشدار محمد محقق به طالبان. لشکرکشی و بلخاب به معنای جنگ با مردم هزارت تلقی خواهد شد. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. آرزومندیم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. آریا پرس نیوز اجنسی در برگه فیسبوک خود می نویسد: گزارش ها از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل می رسانند که مولوی مهدی بلخابی عملا تمام ارتباطات و تماس هایش را با طالبان قطع کرده است و در حال آمادگی برای مقابله با حملات طالبان که از ولایت فاریاب و برخی مناطق دیگر نیرو به بلخاب انتقال داده اند است. بر اساس گزارش های رسیده، مولوی مهدی نیروهایش را در مناطق مختلف ولسوالی بلخاب ولایت سرپل جا به جا کرده است. همچنان گزارش شده است که برخی از فرماندهان محلی ازبک تبار که از طالبان ناراضند، از ولایت فاریاب و جوزجان به کمک مولوی مهدی به بلخاب رسیدند. به زودی در ولسوالی بلخاب و احتمالاً تمام ولایت سرپل شاهد برخوردهای نظامی میان مولوی مهدی و طالبان خواهیم بود که این امر در حقیقت باز شدن یک جبهه جدید بر ضد طالبان در شمال افغانستان است. با توجه به اختلافاتی که طالبان پشتون با فرماندهان ازبک تبار چون صلاح الدین ایوبی و مختوم عالم دارند، مدیریت بحران شمال برایشان خیلی هزینه بردار خواهد بود. این در حالی است که محمد محقق با طالبان گفته است که لشکرکشی و بلخاب به معنای جنگ با مردم هزاره تلقی خواهد شد. و گفته رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، طالبان در امر قبول اقوام و مذاهب و احزاب غیر از خود جدی نیستند و در تلاش تشکیل حکومت تک قومی و تک حزبی و تصفیه فیزیکی اقوام و احزاب هستند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با تنش‌های اخیر میان طالبان و مولوی مهدی مجاهد، یگانه فرمانده هزار تبار این گروه در بلخاب واکنش نشان داده است. آقای محقق روز چهارشنبه 25 جوزا در برگه فیسبوکش گفته است که طالبان نیروهایشان برای لشکرکشی و بلخاب در چهار جهت جابجا کردند. او نوشته است مولوی مهدی طالب سابقه دار در مبارزه در کنار طالبان از حکومت یک جانبه طالبان آزرده شده و خانه نشینی را اختیار کرده است، ولی بارها گفته که من با طالبان جنگ ندارم، اما اینکه در حکومت طالبان کار نمی کنم و دلیل این است که مردم هزاره و تشیع در حکومت طالبان سهیم نیستند. محمد محقق در ادامه گفته است که حتی اقوام اختیار حرف زدن و خانه نشستن خود را در حکومت طالبان ندارند. با این حال او تاکید کرده است که طالبان باید مشکلات داخلیشان با تنها فرمانده هزاره که در صفوفشان بوده را از طریق گفتگو حل کنند و کار به جنگ نکشد. او افزوده است لشکرکشی بالای بلخاب که در صورت وقوع درگیری تبند وقوع فاجعه متصور است و معنای جنگ با مردم هزاره تلقی خواهد شد و سراسر مناطق هزاره نشین از این قضیه متاثر خواهد گردید و به نفع هیچ طرف نخواهد بود. و گفته رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، طالبان در امر قبول اقوام و مذاهب و احزاب غیر از خود جدی نیستند و در تلاش تشکیل حکومت تک قومی و تک حزبی و تصفیه فیزیکی اقوام و احزابند. آقای محقق گفته است که جنگ دوامدار توأم با کشتار غیر نظامیان در پنجشیر و بغلان در برابر تاجک ها، برخورد خشونتبار قومی در ولایت تخار در مقابل ازبک ها، کمینگیری در مقابل فرمانده مشهور ازبک تبار قاری صلاح الدین در فاریاب نشان دهنده عزم طالبان برای تصفیه های قومی است. این در حالی است که اخیراً گزارش های نشر شده که طالبان برای بازداشت مولوی مهدی و سمنگان نیرو فرستادند. بر اساس گزارش ها بیش از 500 تن از افراد طالبان در حال آماده باشند و قرار است از چندین استقامت برای بازداشت مولوی مهدی دست به کار شوند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم.
تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.